ادامه و گسترش گفتگوها در پیوند به صلح افغانستان. دومین دیدار زلمه خلیلزاد با سران حکومت و چهره های سیاسی جهادی در پیوند به صلح همزمان انجام شد. با هدف مشورت درباره چگونگی برداشتن گام های بعدی در روند صلح و پایان خونریزی ها در افغانستان. در این جلسه شمار شخصیت های سیاسی و جهادی هم حضور داشتند. هر یک از این شخصیت ها دیدگاه، نظریات، پیشنهادات و تشویش های خود در رابطه به پروسه صلح بیان داشتند و همچنان در رابطه به اقدامات بعدی پروسه صلح در این جلسه صحبت شد. این سلسله نشست ها ادامه خواهد داشت. در همین حال شماری از تحلیلگران بدین باورند که حضور همزمان سران حکومت و چهره های سیاسی جهادی در چنین نشست ها یک گام بلند برای ایجاد موضع مشترک در گفتگو با طالبان است. ما شاهد نشست مسکو بودیم، هیئت افغانی که در مسکو بود اونا هم هر شخص نظر مختلف داشت، اما طالبا از یک آدرس واحد با شرایط واحد اونا صحبت کردن. نیاز بود به چنین نشست ها و من مطمئن هستم که اگر چنین نشست ها ادامه پیدا کنه، نه تنها که اختلافات نظر در داخل افغانستان، بلکه اختلافات نظر میان دولت افغانستان و ایالات متحده هم از بین میره و اینا همگی از یک آدرس با یک تصمیم واحد با طالبا داخل مذاکرات خواهد شد. در اوج این تلاش های سیاسی برای مصالحه با طالبان، کابل برای ایجاد یک موضع مشترک در گفتگو با طالبان آماده برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز می شود. طالبان هم در این جرگه دعوت خواهند شد. ما از طالبان انشاءالله رسما دعوت میکنیم که اونا هم اشتراک کنن. اگه اونا اشتراک کنن خب بیخی موضع مشترک و ملی شد. اگه اشتراک نکنم منفی افغانستانی که منفی طالب است، عزیزاوی هم که از یک پلتفرم مشترک، از یک موضع مشترک صحبت کنیم، ای به خیر کشور است. ای پروسه صلح را سریع میسازه، ای پروسه صلح را شفاف میسازه. اما چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که این گروه در جرگه ها و یا گفتمان هایی که برگزار کننده اش حکومت باشد شرکت نخواهند کرد. روی جرگه و جوریری در چتر لندی جوریری تا به افغانستان دو حکومت تر چتر لندی جوریری نوزه فکر نکوم چه طالبان دی پلوی جرگه که راسی پا دی نسبت بندی چه اقل افغانستان تر چتر لندی جوریری. قرار است که جرگه مشورتی صلح با حضور 2500 نماینده در نهم ماه ثور در شهر کابل برگزار شود. در این جرگه حدود و چوکات گفتگوهای صلح با طالبان مشخص خواهند شد. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.